بسم الله الرحمن الرحیم. محور بحث ما نگاه به اسلام بود از منظر ادیان آسمانی مشهور مانند تورات، زبور، انجیل و خود قرآن. مطلب اول ما در این جلسه این است. قرآن می فرماید من آمده ام برای حراست و تصدیق کتابهای آسمانی، به علاوه مطالبی دارم که در اون کتابها نیامده است. و به علاوه سومین نکته این است که من حامل مسائلی هستم برای اون عصرهای آینده که عقل بشری، فکر بشری، علم بشری به حد اعلا خواهد رسید. نتیجه این که در تورات، در زبور، در انجیل اثری از قضیه ذوالقرنین نیست. در اون سه کتاب به عنوان نمونه در هیچ کتاب ما قبل قرآن خبری از خضر و موسی، یعنی مصاحبت خضر موسی نیست. در اون کتاب‌های آسمانی چون اصحاب کهف بعد از قضایای کتاب‌های آسمانی بوده و قبل از قرآن بوده، قضیه‌ای مثل اصحاب کهف را قرآن آورده، کتاب‌های قبل نیاورده. نتیجه این که قرآن حامل هم محتوای همیشه درست متون کتاب‌های آسمانی سابقه و هم به علاوه مطالب دیگر مهم، مثال زدیم از مصاحبت حضرت خضر با موسی و اصحاب کهف و ذوالقرنین و امثال اونها. پس بنابراین قرآن ندای آسمانی جهانی بعد از همه کتاب‌های آسمانی است که فصل اولش این است: من آمده ام از تورات و زبور و انجیل و سایر کتاب ها حراست بکنم. اولا و ثانیا یهود و نصارایی که من معرفی کرده ام درسته، یعنی اون مقدار از تورات و انجیل و زبور درست است که در من هست، چون قطعا تورات، قطعا انجیل، زبور تحریف شدن. من هم تحریف شده هاشو بررسی کردم. البته بعض جاها تحریف نشده مگر یکی دو درصد، مثل سوره یوسف در تورات، سوره یوسف در قرآن. سوره یوسف در تورات چندان تفاوتی نداره. اما قرآن تأکید میکند آن کسانی که یهودیان و متدین، مسیحیان و متدین، بدانن من برای مقابله با اونها نیامده ام، بلکه آمده ام اون بخش از تورات و زبور و انجیلی که درست تحریف نشده است آن را عرضه کنم. من عبارت را تغییر میدم. ندای قرآن این است که من ندای راستین شما هستم، اگر از من حمایت کنید بقای شما در تأیید منه. متاسفانه مدافعان تورات، انجیل و کتابهای دیگر آمدن قرآن را تکذیب کردن. معنای تکذیب اونها این شد تورات و انجیل هم دروغه. قرآن می فرماید تورات و زبور، انجیل و سایر کتابهای آسمانی قبل از من همه درست بوده. یهود و نصارا گفتن پیغمبر اسلام راست نمیگه. معناش این است که تورات و انجیل و زبور مورد تأیید نیست. پس در یک جنبندی آن کسی که علاقه داره اشراف محیط پیدا بکنه بر ادیان آسمانی، هیچ اشراف محیطی جامعی نیست جز از طریق قرآن. من فراموش کردم اسم ولیعهد سابق انگلستان را،
ایشون حدود 72-73 وقتی که اعلام کرد من به این دلیل مسیحی هستم که در قرآن هست، آن مقداری مسیحی هستم که قرآن معرفی کرده، ما این رو تایید میکنیم. یعنی آن مقدار از مسیحیت و یهودیت که در قرآن مورد تایید مسلمین هست، باید یهود و نصارا حداقل اون مقدار را تایید بکنن که در قرآن هست. پس سرانجام این که اسلام منادی اتحاد، منادی وحدت کل بشر برای حرکت به سوی الله هست، اما با دو تا جمله. عرض من اینجا تمام میشه. کل قرآن دو تا جمله است: یا اصلاح رابطه بین بنده و خداست، اسمش عبادته، یا رابطه بین انسان هاست، یعنی اسلام آمده بین انسان ها را اصلاح کنه، اسمش عدالته. اسلام برای دو کلمه آمده، یا باید قرآن برای اصلاح بین انسان و خدا بحث بکنه و بحث کرده، این اسمش عبادته، یا بین انسان‌ها برنامه آورده، رابطه و تعامل بین انسان‌ها را قرآن بررسی کرده و راه کار یاد داده، اینم اسمش عدالته. پس عرضم اینجا تمام میشه، اسلام دینیست حافظ تمام ادیان قبلی. دو، دینیست آمده بخش تحریف شده را تفکیک کرده از ادیان سابق. ادیان سابق دو بخشه، یا تحریف شده یا سالمه. قرآن سالمش را نقل کرده، این خدمت را هم کرده. سه، فرموده بعد از این کتابهای آسمانی حوادثی بوده، در اونها نیست، من دارم. اصحاب کهف حادثه بزرگی بوده، اصلا رابطه خضر موسی قبل از حضرت مسیح بوده در انجیل نیامده، من آوردم. پس اسلام دارای ظرفیت و حجمی از علوم است که در تورات انجیل نیست. اولا دعوت می کند برای حمایت از تورات صحیح، انجیل صحیح. ثانیا و دارای دو ندایی است که در جهان همه عالمیان مشتری اون ندا است: عبادت، عدالت. تکرار میکنم، اسلام مساوی است با عبادت و عدالت. عبادت اصلاح بین انسان است و خدا، عدالت اصلاح است بین انسان با انسانهای دیگر. ولا حول ولا قوة الا بالله.